درود دوستان، برگشتیم با یک بتل دیگه. گزارش رو میخوام کمتر کنم چون که ویو کم میخوره. حالا این بتل رو چون بتل قشنگی بود گفتم برای ایرانی ها بسازمش، ولی سعی میکنم دیگه گزارش کمتر کنم از این به بعد. بتل هامو با موزیک ارائه بدم چون که اون چیزی که مد نظرم بود اجرا نشده. خیلی ویو کم میخوره با گزارش، ولی وقتی که بدون گزارش میذارم ویو خوب میگیره و این برای من جالب نیست چون که من انتظارم یه چیز دیگه ای بود. ولی این بتل قشنگیه. دوست داشتم که با گزارش بذارم براتون. حالا نکاتی هم داره، نکات ریز و درشتی که تو این بازی براتون میگم. خب یک تیم بسیار قوی روبروی ما بود، مدال داشتن، اکانتاشون خوب بود، اسکیلشون خوبه و بسیار تیم قوی بودن. به علاوه مپ، یه مپیه که اصلا واقعا انگار ساختنش که کنفدراسیون ببره، چون که یه دونه راه داره اینجا اصلا نمیشه کاری کرد. تیم حریف ما هم بسیار بازی بلد بودن. حالا از لحاظ تاکتیکی و اینا اینجا رو که میبینید که دریا اصلا ریسورس نداره. خب ما یه اسکاتی کردیم از بیس حریف، خیلی راحت رفته بودن لول اشیو 4 و پیشرفتشون خیلی خوب بود. حالا ما هم 4 زدیم، ولی خب اونا ریسورس کمتر گرفته بودن، ولی خب تونستن ریسورس رو از من بگیرن. همونجور که میبینید یارم چون هاک رفته بود من دیگه نساختم. در از تو این مپ من باید میساختم که دیدم یارم رفته من نساختم. خب بریم بازی رو ببینیم. یک بازی هیجان انگیز، جذاب، خیلی سخت. ببینیم که کی میبره کی میبازه. یار منم یک یار خوبیه، یار مورد اعتمادیه، قبلا باش دو سه تا قتل زدم و اینجا بهش گفتم اسکات کنه، رفت برای اسکات که دیدیم بله سولاریز آمده است. حریفم اون رنگ آبی رفته سور که بهترین و استراتژی رو استفاده کرده و این مپ اگه شما سورتون مکس باشه و بید سور خیلی راحت تر میتونید بازی کنید. همونجور که اول بازی گفتم الان اینجا نوب بازی در آورده، دوتا شیبیارد پاشته که اصلا نیاز نیست شیبیارد بکارید شما چون که دریا ریسورسی نداره یا اتک دریایی نداره. مولا اینم یه نکته بود که خیلی مهم بود. همونجور که میبینید درگیری من با سبز ببخشید آغاز شد و نیروهاش بسیار قوی هن، اسکیلش از من بالاتر و خیلی راحت تونست با شاتای خوبی که زد بین دود من منو از کار بندازید. خیلی مهمه شما فرصای خوبی بزن. اینجا این دوستمون نباید درگیر بشه. وقتی که شما چملون ندارید نباید درگیر بشید. خب من چون سورا رو دیدم سریع بوست آنتی آیر زدم که فکر کردم میخواد به من حمله کنه، ولی به یارم حمله کرد. یارم هم هواییش قویه، مکس مشخصی که مکسه و منم دارم ریکاوری رو نیرو میکنم. بریم برای فول هرو و
بازم یه شات ببینید شاتش چقدر قوی بود که اصلا چمدون مکس منو نابود کرد. اینجا تنها نکته مثبتی که بود اتم قوی لیویاتانمه که تونستم سولاریسشو از کار بندازم، ولی بازم میبینید که دارم چپ و راست با سور حمله میکنم. حالا تو این بازی یه جا اشتباهی داشتم که پینگم بالا بود و خیلی دیر برگشت، حالا در ادامه خواهید دید. وقتی که دیدم نیروهاشو از دست داده گفتم بهش اتک بزنم. بچه دلیل این که من برمیگردم میام جلو برمیگردم عقب به خاطر سوره که حریف نتونه شناسایی کنه نیروه منو. ببینید سوراش خیلی قوی هم، با یه دونه سور چقدر جون از آیفیلد یار منو کم کرد و واقعا تیم قوی هستن از لحاظ اسکیلو. اینجا اشتباه کرد، نباید میومد حمله میکرد چون که آنتیویر زیادی داشت و شما ببینید مکس دیگه عرف مکس با 7 و 6 تا 7 هاواک نتونست کارخونه هیروشو بندازه. خب بازم حمله کردم چون پریموم نداشتم، نمیدونستم حریفم کیه، اگه داشتم خب با نیروی بیشتری هم میکردم. باز هم به خاطر سور ببینید من گوشه رو میگیرم و نمیام مستقیم هم میکنم، همونجور که میبینید فریب خورد و سوراشو نتونست قشنگ وارد کنم. حالا که دیدم خالی کرده بعد از اتم لویاتان اومدم یه اتک زدم، ولی این مپ اینجا وقت تنگ جای مانو نداره بچه ها. ماشاءالله سوراشو شات سولاریسش کاملا نیروهای من رو از بین برد و مجبور شدم رو به عقب بیام. جای مانو نداریم تو این مپ، برای ما قرمزا و خیلی سخته، واقعا سخته جلو دو تا تیم قوی بتونید شما کاری کنید. خب وسط رو سعی کردم حفظ کنم چون که خیلی مهمه. اینجا باز هم میبینید که درگیری ما ادامه داره تو وسط مپ. بازم فرار کردم و نتونه سوراشو دقیق خالی کنه. مپ وقتی که حریف سور میره یا هر مپ دیگه باید مدام شما جاتون رو عوض کنید که حریف نتونه شناسایی کنه. خب نیروهاش خیلی زیادتر از ما بودن، ببینید چقدر سولاریزش قویه که هرچی شاد میخوره از جگواره ما هیچ اتفاق خاصی براش نمیفته. لویاتان هم آماده بود، از اونورم با ورتکس داشت اذیت میکرد. حالا لویاتان اومد بیرون و اونم خیلی زود تونست فرار کنه، ولی خب بمب لویاتان اونقدر قوی بود که ورتکساشو انداخت. یارم یک زیرکی که کرد اومد از این ور نیروهاشو جمع کرد. اینجا هم یه اتم وحشتناک میخوره، اتمشون هم مکس بود. دید که چه بلایی سر بیس یارم اومد. خب باز ما سعی کردم وسط رو نگه دارم. اینجا رو نگاه کنید ببینید اصلا این بازیکن ها نه بلدن فرصه درست حسابی بزنن، نه نمیدونم بازیشون رو دوست نداشتم من. این بازی یک پلیر خوب نبود. من اینجا مجبور شدم که چما بیارم زیر جگورای یارم
و باید برمیگشت عقب. خب با سور تونست که خسارت بزنه به من و اصلا نگاهمو کلا نابود کرد. اینجا اتمش بود، نتونستم الان فیلمو بگیرم، ولی خب اتم آبی زده بود، خیلی هم مکس بود، ولی یارم یک کار قشنگی کرد، از بغل اومد و منم اینجا نیروامو نگه داشتم که رنگ سبزه نتونه حرکتی کنه و خسارت بزنه. یارم کار قشنگی کرد همونجور که گفتم و یه اتک بسیار خوب زد به آبی. سروش تقریبا میگه تموم شده بودم و منم حفظ دفاع بیس یارم رو انجام دادم. ببین اینجا وقتی که شما دارید اتک میزنید و حریف نیرو داره و مثلا رنگ آبی نیروی نداره، شما باید بیاید این قسمت زمین، این قسمت بیس رو نگه دارید، نباید بیاید جلوتر تا آبی رو عقب بندازید. و یارم داشت میرفت رو به جلو که کار اشتباهی بود و من هم بهش گفتم بیاد جایی که امتره. اونجا میخواست چمسازی منو بزنه که چون مکس آرمور و دونش مکس موفق نشد. من گذاشتم تعداد نیروام بره بالاتر. اینجا هم بهش گفتم بیاد اینجا جمع بشه و گوش داد و نیازی نبود اصلا درگیر بشه با نیروه سبز که بتونه راحت‌تر آبی رو جمع کنه. دلاریزش هم زد و به هر حال آبی رو عقب انداخت. خب از این فرصت استفاده کردم. اینجا همون جایی بود که اشتباه که نه بد بازی کردم، کمپینگ هم بالا بود، فکر کردم کار سبز تمومه. میتونستم بهتر بازی کنم، بهتر عمل کنم اینجا، ولی خب بد بازی کردم. حالا میفهمید چرا بد بازی کردم. بچه دیر عقب کشیدم. اصلا کلن وقتی شما دیر عقب میکشید و شات فرصای حریف رو تو دودتون میبینید و دیر عقب میکشید، خودش باعث باختتون میشه و باعث این میشه عقب بیفتید. نیازی نبود لویاتانم رو درگیر کنم بعد بمبی که زده بود. هرچند اگر این سولاریزش بیرون نمی اومد خب همینجا کارش تموم بود، ولی دیر عقب کشیدن، همین دیر عقب کشیدن باعث شد یکم جون بگیره و سولاریزش بیرون بیاد. همونجور که میدونید تونست برای منو خیلی هم زیاد بودن با یه شات سولاریز و شات فورس زوز کارشو بسازه و این اشتباه من بود تو این بازی. حالا این شاتشو فرار کردیم، ولی خب دیر عقب کشیدم و اشتباه از من بود. باز هم ریکاوری کردم، لویاتانم و وسپم هم ساختم. یارم باز اومد هم حرکت رو بزنه، از بلا هم بکنه، ولی خب حریف قویه دیگه، فکر نکنم گول بخوره. بدون چمیلو اصلا نباید شما هم بکنید. اشتباه یارم همینجا بود، چمیلو نداری، خب خیلی راحت با دو تا ورتکس میتونه یک و دو و سه و چهار و تقریبا نه تا جگوار داره، خیلی راحت.
کارشون رو بسازن. خب ولی خب اون اشتباهمو جبران کردم، اومدم هیروم آوردم این سمت بیس حریف و یه جورای غافلگیرش کردم. خسارت خوبی بهش زدم و به هر حال تونستم یکم باز هم عقبش بندازم، با اینکه اون همه نیرو ازش رفته بود و اون همه ساختمون ازش رفته بود، باز هم ریکاوری کرده بود، اشیور 4 بود، ولی تونستم که غافلگیرش کنم و اینجا هم نیرومو زیاد کردم. این چند نیرو داره، 4 تا سور این ور داره، فکر کنم یه دونه مشکی اینجا ساخته که برای یدک، که چون میدونست. خب باز هم درگیری ایجاد شد وسط مب، یارمو میبینید چنلون نداره، قدرت سولاری ظریف رو میبینید اینجا، اینجا هم که جگور سازی یارمو میزنه. اشتباه آبی همین بود دیگه، شما وقتی که درگیری وسط مپه نباید بری ساختمون بزنی. همونجور که میبینید لویتان هم داره تو بیس آبی اذیت میکنه، اینجا هم درگیری وسط مپ واقعا بازی سختی بود، واقعا بازی سختی بود. حالا این مپه برای من این مپ آشغالیه، واقعیت سردرد میگیرم این مپ رو میبینم. حالا حریفات تمرنگیت باشم مشکلی نداره، ولی برای آبی واقعا اذیت میشم. خب نیرو، تعداد نیرو ما بیشتره، دید که چجوری تونستیم حریف رو از کار بندازیم. اینجا هم چمنون قرمز در حال دوباره اومد ساخت. خب ببینید یه عیبی که باز هم ما داشتیم، تعداد پوکوپاینمون خیلی کم بود، به خاطر این بچه‌ها قدرت سورش رو ببینید اینجا واقعا قوی بود، واقعا اذیتمون کرد، چون که پوکوپاینمون کم بود با ورتکس هم اومد اذیتمون کرد. اینم یه اشتباه دیگه از ما، چون که وقتی شما سور زیاد میبینید و ورتکس میبینید باید پوکوپاینتون هم زیاد باشه. حالا من به اتکم ادامه دادم، زیاد چملون رونیش جالب نبود یار من دیگه، حال نکردم، ولی همون تاکتیک رکب زد خیلی خوب بود، تونستیم آبی رو عقب بندازیم. سوراش رو ببینید فقط چقدر قوی هم، یعنی نابود میکنن اصلا. مپ هم این مپ، این هم از قدرت سولاریزش. حریف هم ویندهیت خوب دارن، مدال خوب دارن، ولی خوب اینجا دیگه چون که تعداد نیرو ما بالا بود تونستیم که کنترل کنیم این قضیه رو و شکستشون بدیم. یه اشتباه دیگه هم آبی که کرد، میتونست با به جای حالا اتم، درست ها توی مد شما میتونید اتم بزنید، اتمش هم کارساز بود، ولی خب میتونست به جای اتم بره زئوس شیلد یا سولاریز بسازه، یه کمکی به یارش کنه، کار ما اون موقع سخت‌تر میشد. باشه دوستان، خب دمتون گرم، این ویدیو رو هم اگه دارید نگاه میکنید لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. حالا با گذاشت گذاشتم اینو، شاید مثلا سه تا
از این بعد سه تا بتل بدون گزارش بذارم، یه دونه با گزارش، چون که ویو نمیگیره و یه جوری آدم دلزده میشه. خیلی خوب، یک سریاتون هستید، همیشه کامنت میذارید، لایک میکنید، دمتون گرم. حتی واقعا پایه ثابت این چنل هستید، دمتون گرم، حال میکنم باهاتون. خیلی خوب، یه سری هم دیگه میبینن لایک نمیکنن یا هر داستانی، یه لایک هم که میکنن یوتیوب، چون که ما داریم از فیتشکن استفاده میکنیم، فکر میکنن رباتن و از این صحبت ها. ولی میخوام گزارش رو کمتر کنم و بیشتر با آهنگ ویدیو بسازم که بتونم یکم سابسکرایب بگیرم و یکم چنلمون بیشتر پیشرفت کنه. دمتون گرم که دیدید، تا ویدیو بعدی، یا علی.